سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لندن همراه شما خواهم بود، از لندنی که در این روزها و امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده‌ای بوده و هست در ارتباط با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا. برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم در آستانه نوروز و امیدواریم تا این ساعت ساعات خوبی رو داشته بودید و ساعات بهتری رو پیش رو داشته باشید. در آستانه بهاری که میآید، نوروز خجسته ایرانی، نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ایران میگذرد و در ارتباط با ایران و مردم ایران. سفر حجت الاسلام و المسلمین دکتر شیخ پرزیدنت و بلخص حسن روحانی به عراق چه پیامدهایی داشته است در ارتباط با مسائل و مشکلات مرزی بین دو کشور؟ و در زادروز رضا شاه پهلوی نگاهی خواهیم داشت گذرا به کارنامه او و این پرسش که چرا جوانان برآمده از انقلاب، نسل پس از انقلاب، با شعارهای خود از جمله رضا شاه روحت شاد دلبستگی خود رو به بنیانگذار سلسله پهلوی بروز دادن و واقعه و رویداد تروریستی بسیار غم‌انگیز در نیوزلند، کشتار 49 نفر در دو مسجد در این کشور نسبتاً همیشه آرام. انگیزه چه بوده؟ نفرت مذهبی پدید آمده میان انسان‌ها در این سو و آن سوی عالم چه ریشه‌هایی داشته و چه پیامدهایی داشته و خواهد داشت؟ صدای سرماخورده منو که در آغاز ورود به انگلستان بود و در میانه شفایی حاصل شده بود و باز هم ظاهرا در روزهای پایانی سفر ویروس‌های منتشر در هوا باز سر و کله‌شون پیدا شده، خواهید بخشید پوزش از این بابت. با من و شما هستند در استودیو مرکزی ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در تهران آقای محمد نوری‌زاد، فیلمساز، تحلیلگر سیاسی و نویسنده. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش اومدید. متشکرم، خیلی خوشحالم از این که در خدمتتونم و از این که شما دیگه نوروز رو میخواین اون طرف باشه. نوروز نزدیکتر آدم به کاخ سفید باشه بهتره. بعضی نه شما نرین، یکی های دیگه میرن وقت زودتر. نه خیر، بعضی از دوستان هستن که خب میگن که چون هم وانمود میکنن که اگر در واشنگتن نباشن امور آمریکا نخواهد چرخه یا امور آمریکا نخواهد چرخه، چون فعلا رؤسای جمهوری مدتی تفسیر میشه. از ادب خدمت شما بینندگان عزیز، محمد نوری‌زاد نازنین و همه عاشقان خانه پدری که میدونم با همه سختی ها شادمانه نوروز رو انتظار میکشن در خدمت. بله، و آقای نوری‌زاد سلام به شما در تهران. درود بر شما دوستان خوبم، درود به هموطنان عزیزمون و سلام به نوروز و امیدهایی که نوروز در هزارهای طولانی تاریخ در دل مردمان ایران برانگیخته و به ویژه در این 1400 سال و
به حیات خودش ادامه داده. اما ناگزیرم بگم مردم ایران هیچگاه عید خوبی نخواهند داشت تا زمانی که ملایان بر سر کارند. این اصلا نگاه تلخ به هویت و شخصیت ملایان نیست. ملایان مطلقا برای مملکت داری تربیت نشدن. این بی تربیتی حکومت ملایان است که کشور ما رو به سمت نابودی برد. به امید روزها و نوروزهای بدون ملا در حاکمیت. آقای نوری‌زاده، البته بینندگان غریب نیستن، آقای نوری‌زاده قبل از اومدن به استودیو باز هم در ترافیک گیر کرده بودن. تظاهرات خیلی گسترده‌ای بود این روز. تظاهرات عجیب. برگزیت خلاصه خیلی. یعنی و ببینید الان آقای نوری‌زاده اشاره کرد به نوروز، سنت‌های ایرانی. یادمون هست که ده همون سال اول شروع کردن علیه نوروز گفتن آقای مطهری و بقیه. الان به این شکل شده که آقای نوری‌زاده از داخل ایران میگه. و یادمون هست بیل و کلنگ هم برداشتن به سراغ آرامگاه رضا شاه رفتن، ولی نسل برآمده از انقلاب هم دیدیم که شعارهایی میدن. حالا اگر انتقادهایی هست به اون دورانها به جای خود محترم، اما میبینیم واقعیت ها چه. چرا اینطوره؟ چه شده؟ چه هست؟ آقای چالنگی، اولا برای من همیشه این معما فکر میکنم این شاخدم حل بشه. ملتی این هفته رضا شاه رو صدا بزنه جلو مسجد گوهرشاد، جایی که رضا شاه خدمت آخوندا رسید، بعد دو هفته بعد جنازه‌اش پیدا بشه. این هنوز برای من یک سواله. و اینکه این رژیم با این جنازه چه کرد، این پدر کبیر ایران که واقعا شایسته لقب کبیره، به باور من کار او از نادر هم بالاتر بود، چون نادر فقط فتح کرد، فقط گشود، کشور گشایی کرد و تو این وسط خیلی هم کشته شدن. یا آقا محمد خان ایران رو یک پارچه کرد ولی همش کشت و کشتار، ولی رضا شاه بدون کشت و کشتار یک ایران تکه پاره رو، پیوندش رو مستحکم کرد، ارتش درست کرد، جاده ساخت، دانشگاه درست کرد، رادیو درست کرد، زنا رو کشف حجاب کرد. این مرد بزرگی که هنوز ساختمونایی که ساخته هست و پابرجا و استوار، دانشگاهی که درست کرد، من هرچی از او بگم کم گفتم و هرچی از شعامت آخوندا بگم بازم کم گفتم. همونجور که شما اشاره کردید، آقای خمینی همون سال اول گفت ما عید نداریم. بله ما این شهید دادیم. دروغ دروغ که 100,000 کشته دادیم. خدا خیرش بده عماد الدین باقی، یکی از باشرفترین آدم هاست، اومد آمارو داد به ما، معلوم کرد. خود ما هم نمیدونستیم و این آدم اومد گفت ما عید نداریم، که مهندس بازرگان به وزراش گفت کت شلوار بپوشید، سفید کروات هم بزنید، عید داریم، خیلی خوبش هم داریم، و رفت تبریز و اون سخنرانی رو کرد. قرار زمینی که آقای چالنگی، اینا معلوم ضد عیدن، ضد شادیان، ضد لبخندن، برای اینکه اینا مکتبشون از گور بلند میشه، از آدمخوری، آدمکشی، کشت و کشتار، صحرای کربلا، اینا از اونجا نون میخورن. دیروز داشتم یه آخوندی رو میدیدم که بله داشت صحبت میکرد که یه یارو ماشینش پنچر شد، یاد حرف مادرش افتاد که اگه ماشین پنچر شد تو سختی بودی بگو یا ابو صالح امام زمان میاد. امام زمان اومد پنچرش رو گرفت و ماشینش گفت یه استارت بزن زد رفت. ببینید یعنی این توهین به امام زمان هم معلومه معلومه. یعنی اصلا این دکونی که اینا درست کردن دکون شرم‌آوری است که به قول آقای نوری‌زاده تا زمانی که بر نیفتد ما رنگ نوروز نخواهیم دید به اون معنای واقعیش. یعنی این ابو صالح یه جورایی تریپل ای هست. حتما این واقعا من انتظار روحانیون غیر دولتی چه راجع به این مسائل سکوت میکنم، بحث دیگری است. آقای نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم. راز و رمز شعارهای جوانان امروز در سالگرد رضا شاه هستیم. حالا بگذاریم از کسانی مثل آقای سروش و بقیه که سخنانی میگن و طبعا خوب انتقاداتی هم بوده، ولی نه در سطحی که به هر حال بپوشونه ارزش کارهای کسی مثل رضا شاه رو. از شما میشنویم چه هست واقعیتش. مردمان ما به ویژه جوانان ما
این کارنامه 40 ساله ملایان و سرداران رو وقتی نگاه میکنن میبینن در شأن مردم ایران نیست این 40 سال، یعنی به اسم مردم ایران رفتن منطقه رو به آشوب کشیدن، به اسم مردم ایران رفتن پولهای گنده مردم ایران رو بردن لبنان، سوریه، نیجریه، جاهای دیگه، به اسم مردم ایران رفتن زیر زمین 70-80 متر که بمب اتم بسازن که سیدعلی هلال شیعه خودش رو با بمب اتم کامل بکنه. همش به اسم مردم فاجعه آفریدن. مردم یک جا به تن میان، یعنی احساس میشه که مردم به شعورشون توهین داره میشه و تحقیر دارن میشن. اینی که به آنسوتر از ملایان نگاه میکنن، آنسوتر از ملایانی که در این 40 سال نتوانستن یک چهره موفق در ساحت علمی تکنولوژی پدید بیارن، یک چهره موفق در عرصه ادبیات، یک چهره موفق جهانی در عرصه هنر. یعنی همه داشته های ما، غنای فرهنگی ما، غنای تکنولوژیک ما، غنای علمی ما معطوف به پیش از 40 ساله. یعنی وقتی یک جوان نگاه میکنه به کف دست 40 ساله پدر خودش و خودش، میبینه که چیزی از جمهوری اسلامی در دست اون نیست. به همین دلیل اصلا راضی به این نیست که با این حکومت به تعبیر خود جوانها حال بکنه. این حکومت حال جوانهای ما رو گرفته، به جوانهای ما اصلا اجازه نداده اونها جوانی بکنن. شما به اندوه اشاره کردید، یک واقعیت مسلم، یعنی انگار ملایان بلندگوهایی هستند که گور میطلبند، عزا میطلبند، فلاکت و بدبختی و اندوه میطلبند و هر جا نشانی از شادمانی است سر و کله اینها پیدا میشه و بگیر به بندها شروع میشه. جوان ما جوانی نکرده. من اغلب به جوانها برمیخورم، حتی تو یک سال و نیم زندانی که بودم به جوانها برمیخوردم، این بازوهاشون رو میگرفتم و ازشون روزش خواهی میکردم و میگفتم که ما اجازه ندادیم شما جوانها جوانی بکنید. اینی که جوانی وقتی فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، یعنی میگه من طالب یک ایرانی ای هستم که به من غرور بده، سرزمین من رو در سطح جهان در عرصه های بین المللی بدرخشانه، به من هویت بده. من یه سفری رفتم کوکیلویه و بوی رحمت، باور کنید خیلی اندوهگین شدم. بعد از 40 سال حکومت با اختلاف انداختن بین طوایف و قبایل داره اونجا کار خودش رو پیش میبره. یعنی هنوز که هنوزه جنگ و دعوا به هنگام انتخابات هست که یک نفر از یک طایفه بیاد بالا. یعنی مردمی که سابقا در دیرباز مثلا 100 سال 200 سال 400 سال پیش به قبیله خودش پناه میبرد برای اینکه هویتش رو از او بگیره، امنیتش رو از او بگیره، حکومت باید میامد میگفت تو امنیت میخوای من به تو میدم، هویت میخوای من به تو میدم. ولی الان ناجوان مردان آمد از اختلاف بین قبایل برای حاکمیت خودش سود میبره. من گمانم بر اینه که اگر جوانی فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، برای اینکه از دوره رضا شاه خیر و برکتی دیدی که همین امروز داره ازش بهره میبره و در این 40 سال چیزی تو کف دستش نیست. خب آقای نوری‌زاده، ببینیم پیامدهای آنچه که رضا شاه در ایران انجام داد. ما دیدیم طی سال‌ها، هنوز دانشگاه تهران هست، هنوز بله. و نکات دیگری که هست و سیاست‌هایی که ادامه یافت، مثل یک پارچگی ایران، روابط خوب با همسایه‌ها. ما قرارداد 75 با در الجزایر داریم با عراق، راجع به شط العرب مذاکرات انجام شد. آقای روحانی رفته در اونجا، شما این قرارداد چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، صدام حسین در یه نامه‌ای که برای آقای رفسنجانی نوشت موقع که به کویت حمله کرد، رسما اقرار کرد که قرارداد الجزایر رو قبول داره، پذیرفته. بعد اتفاقاتی افتاد که نتونستن ادامه بدن. بعد از جنگ کویت،
هیئت‌های مرزی تشکیل شدن تا اون نکات ریزی که مانده بود عملی بکنن. ولی باز جنگ شد و صدام سرنگون شد و دوستان رژیم اومدن سر کار. از روز اول یک کلمه راجع به قرارداد الجزیره نگفتن. حتی مرحوم طالبانی اومد به شدت موضع گرفت راجع به قرارداد الجزیره که این به ما کردا ظلم کرده و ما این قرارداد قبول نداریم. شط و لرب همینجوری مونده. چه ظلمی به کردا کرده؟ حالا سر اون ماجرا که با کردا وقتی با صدام صلح کرد کردا برگشتن. یعنی اومدن ایران. بعد حالا نکته جالب اینه که بعد این آقایونی که اومدن دوستان ایران هم هستن هنوز مقداری از زمینای ما رو تو سومار و اینا در اشغال دارن. چند صد کیلومتری هم از خاک عراق در اشغال ماست. ولی شط العرب لایروبی نشده، رودخانه های مرزی نشده. استفاده از اینا نکردن. تو خلیج بصره هنوز حدود مشخص نیست. آقای روحانی رفت به عراق، کار درستی هم کرد. اولش اشاره کرد که مسئله مسائل مرزی اون رو باید حل کنیم. بعد یه دفعه گفت اروندرود. تا گفت اروندرود عراقی هم سوء استفاده کردن. همه اون قرارداد 75 قرار بود بازبینی بکنه، گذاشتن کنار، چسبیدن به شط العرب. گفتن اول باید اینو درست کنیم. گفتن باز عراقی وطن پرستر از این وریا بودن. به هر حال آقای حکیم وزیر خارجه گفتگو کرد، چند تن از وزرای دیگر هم بودن، رئیس شورای امنیت ملی و غیره. به هر حال به این نتیجه رسیدن که فعلا خط القعر رو به عنوان خط مرزی آبی دو کشور پذیرفتن و قرار شد شط العرب لایروبی بشه. ولی راجع به نقاط مرزی هنوز حرف مشخص نشد. یعنی به هر حال دست بالا رو به نظر میرسه در این قرارداد عراقی‌ها دارن. الان تمام این چاهای نفت مرزی رو اونا دارن استخراج میکنن. تمام. در حالی که مطابق قرارداد الجزایر باید مشترکاً این کارو بکنن. قطری‌ها اونور رو بردن، پارس جنوبی، حالا هم عراقی‌ها دارن اینور میدن. آقای نوری‌زاده یکی از کارهایی که رضا شاه کرده بود گرفتن امر قضا و دادگستری بود. عملاً امر قضا از روحانیت شیعه یا هر روحانیت دیگر نیست، در اهل سنت، مناطق سنی نشین. به هر حال الان به نظر میرسه باز پس گرفته روحانیت دستگاه قضا رو و هر چی که هست. یکی از حکمایی که صادر شده درباره خانم نسرین ستوده است. واقعا خانم نسرین ستوده مادر دو کودک، یک حقوقدان، چه کرده که باید به این چون این زندانی محکوم بشه؟ مثل بسیاری دیگه، بسیاری دیگه. این عدالت رو شما چطوری و این دستگاه قضایی رو چطور قیاس میکنید و تعریف میکنید با آنچه که رضا شاه بنیاد گذاشت؟ من با خانم نسرین ستوده بسیار بسیار در این سالها هم نشین بودم، هم سفر بودم. مثلا من و دکتر محمد ملکی با خانم نسرین ستوده ستایی سفر کردیم، رفتیم شمال. از بانویی که یا پدر مادری که قاتل فرزندشون رو بخشیدن سپاسگزاری کردیم و خیلی جاها رفتیم با هم، سفرهای مختلفی داشتیم، هم نشین بودم. باور کنید جناب چالنگی، این بانو خصوصیاتی داره که سر تا پا درخشندگی و شایستگی است و من گمانم بر اینه که شایستگی های این بانوست که موجب آزار سیستم قضایی است، وگرنه در جرم هایی که برای او تراشیدن یک ذره شما خطای قانونی که مثلا مختل کرده باشه روال یک قانونگذار رو مطلقا، برای اینکه خانم ستوده خودش قانوندانه، وکیله و به ظرائف قانونی به شدت آگاهه. مثلا من یادمه یه بار یک موضوعی رو رفتم دفتریشون با ایشون مشورت کردم، به من گفت آقای نوری‌زاد من تا اینجا با شما جلو میام که بتونم به وکالتم ادامه بدم، از اینجا به بعد حوزه ورود من به عرصه‌ای شروع میشه که
وکالت من به من این اجازه رو نمیده. یعنی شما در تمامی کارهایی که خانم ستوده انجام داده درستی رفتار او رو میبینید. حتی اینکه ایشون مطمئنن وقتی میری میبرنش پیش قاضی روسری خودش رو بر میداره، میگه من وکالت دختری رو پذیرفتم که کشف حجاب کرده، مثلا روسریش رو برداشته. خب خودم وقتی وکیل او شدم، من که دیگه نمیتونم حالا چیز دیگه ای از خودم بهش در بیارم. با اطمینان به شما میگم که پسندیدگی های بسیار فراوان خانم ستوده موجب آزار و موجب رنج حاکمیت شده. اما یه نکترم در مورد خانم ستوده بگم، و اون این که خانم ستوده به شدت پتانسیل این رو داشته و داره که بخشی از جامعه فرهیختگی کشور ایران رو و مردم ایران رو رهبری بکنه، و اینها خواستن پیشگیری بکنن از ظهور یک چهره مدنی و حقوق بشری در ایران. یک چیز هم روی دل من مانده در مورد رضا شاه عزیز، دوست دارم اون رو بگم، اضافه کنم که مربوط میشه. ببینید، من یه بارم گفتم اگر آیت الله ها عروسشون، دخترشون میره دانشگاه تحصیل میکنه، رانندگی میکنه، دکتر میشه، مهندس میشه، مثلا آقای خمینی نوه هاش میرن کانادا، استرالیا، این بر اون بر، زن و بچه خود ما مثلا رانندگی میکنن، تحصیل میکنن، میرن خرید میکنن، تو کوچه تو خیابون رفت و آمد میکنن. با اطمینان میگم از آقای خمینی گرفت، یعنی نوه نتیجه هاشون، تا مردمی که بانوانی که در خیابان رفت و آمد میکنن، رانندگی میکنن، ما همه این رو مدیون رضا شاه هستیم. در این 40 سال بسیار در مورد کشف حجاب تا توانستن بر سر این حرکت رضا شاه کوفتن، ولی رضا شاه این فهم رو داشت با مشاوران بسیار فهیمی که به کار گرفته بود، این فهم رو داشت که این بختک حجاب غلیظ بانوان رو فرو بریزه و بانوان ما رو به یک جهش بزرگ به سمت آینده وابداره. و اگر این حرکت رضا شاه نبود، الان بانوان ما مثل بانوان افغانستان با روبنده میچرخیدن، برای اینکه مثلا حجاب در نگاه خمینی، یعنی حجاب افغانستان، حجاب در نگاه شیخ فضل الله نوری، حجاب بانوان افغانستانه، و ما این حرکت بسیار بزرگ رو مدیون این حرکت بزرگ هست. خب آقای نوری زاده بفرمایید در این مورد نقطه ای دارید. عزیز می‌خواستم بگم تلویزیون طلوع افغانستان نگاه کن، اونا هم حجاب از ما زدن جلو. بله، خانم آریانا خواننده‌شون. بله، خانم آریانا بعد میان مسابقه صدا میذارن، دخترای جوان میان میخونن، و ما هم مسابقه صدا گذاشتیم The Voice، بچهای کوچیکو میریم نوحه بخونن. تولد مصباح یزدی رو میخونن. بله، تبریک میگن. بله. ببینید، نکته در اینه، من داشتم میخوندم حرفای علی دشتی رو که عملا کشتن میشه بره. علی دشتی رو که یک دوره عملا مشاور رضا شاه بود، یک روزنامه‌نگار یک لاغبایی که بهار، ملک الشعرای بهار، ملک الشعرای بهار، میگن دکتر مصدق، اینا همه رضا شاه جلسه داشتن، اینا همه به جای خود به هر حال دارای پست و مقامی و جایگاهی بود، ولی علی دشتی در اون اوایل از مخالفان سرسخت رضا شاه بود. برای بینندگان میگم قطعا، چون طرفدار جمهوری بود، جریان هست. و یک نکته مهمی که وجود داره، بازم میگم علی رغم میشه انتقاد، به همه میشه انتقاد گرفت، خانم می و جاهای دیگه و همه اینها، اما یک نکته قابل توجه این هست که تنها موردی هست در تاریخ ایران که از طریق شمشیر قدرت جابجا نشد. عملاً از طریق قبلی‌ها رو، عملاً از طریق مقام میگیره. عوامل به هر حال دموکراتیک بوده، هر چی که بوده، حالا میگن فرمایشی، ولی مجلس رأی داده. تقریباً ایشون مجلس رو نگر داشت، نمیدونم نهادهای مشروطه رو هم نگر داشت. دادگستری نوین واقعاً کار بزرگی بود. همین دادگستری نوین، ببینید به جای خود. اما آقای نوریزاده، بارها صحبت اینو کردیم، همین آقای خامنه ای بر منبر از خطبه زینب گفته. بله. به هر حال بسیار
خطبه قرائز در بارگاه یزید. اتفاقی ولی براش نیفتاد. نه نسرین ستوده. اما واقعا شرم‌آوره. بانویی که باید بهش افتخار کرد. شما دیدید در جامعه بین‌المللی زیر حقوق بشر چه جور ازش تجلیل کردن، چه جور رؤسای دولت‌ها، نخست وزیران از این بانوی بزرگوار ستایش. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه ایشون. آقای مکرون بله، وقتی ایشون باید در زندان باشه و 40 سال زندان برای چی؟ برای که سید علی آقا مثلا خوشش نیومده؟ کیه سید علی آقا؟ اصلا کیه واقعا؟ من سابقه ایشون رو میشناسم. کیه ایشون؟ واقعا دردناک. آقای چالنگی من به روزگار وطنم زار میزنم. یعنی وطن ما امروز در قرن 21 وطن ما اینجا نباید باشه. کره به ما نباید پوز بده. امارات نباید به ما فخر بفروشه. آخه خیلی دردناکه. خیلی دردناکه. و بعدش نکته در اینه که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش این نظر رو تبلیغ میکنن که اگر برن ایران سوریه خواهد شد. خواهد شد. نخه 400 سال ایران رو بردن جلو اینا اینجور که میفرمان. 400 سال جیبشون رو بردن جلو. ایران سوریه نمیشه. ایران عراق نمیشه. ایران خیلی بزرگتر از آقای خامنه ای. خیلی بزرگتر از شیخ محمد یزدی و از جنتی. از سید ابراهیم قاتل رئیسی. ایران نه. خیلی بالاتر و فراتره. فردوسی رو بخونید ببینید ایران چه روزهایی رو گذرونده. بعد همچی چیزی نیست. بی ربط میگن. مردم نترسید از اینا. اصلا. آقای نوریزاد ببینین یک اتفاقی افتاده. الان خانم نسرین ستوده رو آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتن که ایشون به عنوان مشاور گروه جی 7 خواهند بود. و خانم نازنین زاغری رو به اصطلاح مسئولیت دیپلماتیک دادن یا هرچه. و شهر ایرانیان دو تابعیتی که شهروند جای دیگه‌ای دارن حامیانی دارن. ظاهرا این حکومت شهروندان ایرانی رو به جای رسونده که برای اینکه حقوقشون حداقل در زمانی که زندان هستن حقوقشون رعایت بشه باید اول برن شهروند یه جای دیگه بشن. نیست؟ من با اطمینان میگم 99% مردمان مهاجر ما، ایرانیان مهاجر، هیچ وقت احساس امنیت و رضایت از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور ندارد که حقوق اونها رو اعاده بکنه. یعنی مثلا اگر یه دعوای حقوقی با یک کشوری دارند، مثلا اروپا، آفریقا، کشورهای خاورمیانه، هر کجا یک ایرانی فرض کنید یه دعوای حقوقی داره سفارت، هیچ وقت نشده که به جانبداری از ایرانیان وارد عمل بشه. و من در چند سفری که داشتم دل خون ایرانیان رو از سفارتخانه های ایران که میبایستی با بابت تک تک ایرانیان و جانبداری از ایرانیان یقه بدرانه و وارد عرصه‌های حقوقی و قضایی اون کشورها بشه، این آرامش رو نداشتن. آرامش که نداشتن، در نقطه مقابلش هراس داشتن. زاغری تحت حمایه کشوری قرار میگیره و اون کشور میگه آقایین از این به بعد دیگه شهروند ماست. نشون میده که اون کشور نه تنها برای نازنین زاغری بلکه برای همه شهروندانش یک چنین غیرتمندی قانونی داره. ولی شما نگاه بکنید، نه تنها مردان و زنان ما در بیرون از مرزها احساس امنیت از نمایندگی های جمهوری اسلامی نمی کنند، بلکه اونها رو جاسوسان و دستگاه های امنیتی می بینند که با تلسکوپ دنبال ایرانیانی هستند که حالا یک حرفی زدن، بعد موقع مراجعه پاسپورت اونها رو بگیرن یا مثلا به اونها ویزا ندن. و من ترس رو در ایرانیان خارج از کشور که ظاهرا نباید بترسن به شدت میبینم. یعنی بانوان و آیان که از خارج از کشور وارد ایران میشن همیشه
یه جوری رفتار میکنن که هم در داخل و هم در خارج از کشور به گونه ای رفتار نکنن که پاسپورتشون و رفت و آمدشون به مشکل بر بخوره و این یه فاجعه بزرگ امنیتی و قضایی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سری به نیوزیلند خواهیم زد و حادثه بسیار غم انگیز، رویداد بسیار غم انگیز تروریستی در نیوزیلند، کشتار 49 نفر در دو مسجد به طور همزمان، مجروح شدن گروهی دیگر. انگیزه ها و ریشه ها کجاست؟ همراه با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در تهران آقای محمد نوری‌زاده، نویسنده و فیلمساز. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، به هیچ وجه قابل قبول نیست اقدامی که امروز در نیوزیلند، کشوری که زیاد در حاشیه بود در واقع، عملا قربانیان 49 نفر مسلمانانی که در دو مسجد بودن. به هر حال این رو چطور تفسیر میکن؟ ریشه های چنین اقداماتی کجا هست؟ دیوانگانی هستن در آمریکا بدون هیچ دلیل یا مسائل روانی دست به کشتارهایی میزنن، ولی به نظر میرسه یک نفرت دینی هست، یک موج تازه‌ای است در دو سو، همونطور که در 11 سپتامبر بوده از این سو هم چون این اتفاقاتی. ببینید آقای چالنگی، قرنها این اسلام و مسیحیت و یهودیت و اینا با هم زندگی کردن، گاهی اختلاف داشتن، گاهی اختلاف ها زیاد شده، ولی هیچ وقت مثل حالا نبود. شما ببینید نیوزیلند یک کشور آراسته و شسته رفته و تمیز و خیلی از نظر انوایرمنت، در نظر محیط زیست، در نظر اخلاق، عادات، افکار، حقوق بشر، همه اینا نمونه است. یه عده آدم پا میشن میرن اونجا، این کلاه رو میذارن، اون لباده رو میپوشن که هیچ با اون اخلاق و لباسهای اونجا هماهنگی نداره. روشون هم میگیرن، با مقنعه میان تو خیابون. خب این اصلا این جامعه نمیتونه لا رو تحمل کنه، نمیتونه بپذیره. یه آقایی جلو داره میره، دست پسرش رو گرفته جلو میره، زن بیچارش با سه تا کیسه و یه بچه بغلش و یه دون تو کالسکه با مقنعه داره دنبالش میره. این برای اون جامعه قابل تصور نیست. بعد رفتار و عمل کردهایی که میبینن، جنایتی که تو پاریس اتفاق میفته، تو امریکا 9/11 تا بشر وجود داره پشت اسم مسلمان ها میماند، پاک نمیشه. خب این جامعه هم به مرور واکنش نشون میده. یه دیوانه هم اونجا پیدا میشه، مثل همون آقای عطای دیوانه که رفت نیویورک اون کارو کرد، اونم پا میشه از این ور انتقام میگیره. ببینید اینا یه چیزهای طبیعی است. تقصیر با ما مسلمون هاست، تقصیر با اسلام عزیزه، اسلامی که برای مسیحیت و زرتشتی و برای یهودی و برای ادیان دیگه ارزش قائل نیست. بهایی ها رو میگه حق زندگی ندارن. طبیعتا این دین داره نفرت میکاره، دینی که خمینی آوردش، دینی که از شیشه در شیشه رو واکد آوردش بیرون با اون تعبیر و تفسیر. یه بن لادن هم اون ور پیدا شد و بالاخره آقای حقانی پیدا شد و دار و دسته طالبان پیدا شدن و بعد داعش پیدا شد. اینا همه واکنش به خمینی است. یعنی خمینی است اون روی سکش اونا هستن، خیلی روشنه. و الان هم که داریم میبینیم هشت و شبی تو عراق داعش بودن، حالا هشت و شبی اومدن. دیروز مردم از سنی های تندرو دادشون به آسمان میرفت، امروز از شیعیان تندرو. میخوام بگم تا زمانی که مذهب در سیاست دخالت بکنه، تا زمانی که مذهب بخواد تکلیف زندگی ما روشن کنه، این جریانات مالزی رو خواهیم دید، بدتر از اینم خواهیم دید، چون هنوز شیعیان در برابر اون کارایی که سنی ها انجام دادن یا کردن هنوز نوبت اینا نرسیده تا اینا هم انتقام پس بدن. یعنی شما وقتی در بیروت سفارت آمریکا رو منفجر میکنی،
70 نفر اونجا میکشی که 20 تاشون لبنانی هن. یا میری ستاد تفنگداران آمریکایی رو میزنی که 280 تا کشته میشن 40 تا لبنانی. این نفرت کاشتن بالاخره یه جا باید درو بکنی. خب آقای نوریزاد، برخلاف آقای نوریزاده، علی اکبر ولایتی اسم اینو میذاره، اسم اینو میذاره بیداری اسلامی. یعنی این کشتارهایی که همینجا در لندن سر سربازی رو در خیابون بریدن، 11 سپتامبر که محمد عطا و بقیه بودن، حملاتی که بود، یه بسیار به نظر من جامعه آمریکا کنترل بسیار مفید و به اصطلاح مثبت و انسانی داشت، واکنش چندانی نشون نداد. به هر حال تفسیر شما رو میشنویم چه هست؟ با تمام نکوهش و به اصطلاح محکوم بودن اقدام زشت تروریستی امروز علیه مسلمانان در دو مسجد در نیوزیلند، بیداری اسلامی چی هست؟ بفرمایید. من شاید حدود 15 سال 20 سال پیش سفر با دانشجویان دانشگاه تهران رفتیم پاکستان، با رهبر جماعت اسلامی اونجا دیدار داشتیم و او یه خاطری تعریف کرد که مثلا یه مسجدی از شیعیان توسط سنیان آتش گرفته بود. گفت ما بزرگان اهل سنت بلند شدیم رفتیم دلجویی کردیم، خودمون خسارت رو پرداختیم و این جزء نادر اتفاقات اون ایام. درست توی اون سفر ما نطفه تولد طالبان داشت توی پاکستان توسط خود پاکستانی ها برقرار می شد، کاشته می شد. من با اطمینان به شما میگم اگر جمهوری اسلامی نبود، جمهوری اسلامی با شقاوت ها و با مفاسد دینی و تعصب ها و عصبیت های مذهبی که در داخل و در منطقه ایجاد کرد، در افغانستان، در عراق، در بحرین، در یمن، در سوریه، هر کجا، در نیجریه، باور کنید اگر جمهوری اسلامی و تبعات این چنینی مذهبی او نبود، ما الان مسلمانان با آرامش در دنیا زندگی می کردن. مثل مثلا فرض کنید مسلمانان مالزی مردمان آرامی هستند. یعنی در آمریکا هم که هستن پذیرفتن که یه مسلمانی هستن، عقاید درونی خودشون رو دارن، عباداتشون رو دارن، ولی خودشون رو آداپته می کنن با شرایط اون کشور و هرگز روی به تعصب نمی برن. من با اطمینان به شما میگم دلیل برآمدن طالبان، دلیل برآمدن القاعده، دلیل برآمدن داعش، دلیل برآمدن النصره و جیش المختار، هشت الشعبی، نمیدونم جیش العدل، تمام این گروه های تروریستی مسلمان، دلیلش برآمدن جمهوری اسلامی با این ریخت متعصبانه مذهبی بوده که توی منطقه آمده شیعه گستری کرده به ابلهانه ترین شکل، پولهای درشت این مملکت رو برده که در هر کجا که سنیان هستن به کوری چشم وهابی ها مثلا خواسته پایگاه شیعه برای خودش درست کنه. من تو قبایل آفریقا دیدم چند نفر شیعه درست کردن، مثلا 14 معصوم رو با اون نیزه و سپر و فلانشون دارن میگن و چیز میرخصن و پول خرج کردن. خب طرف مقابل سنی، طرف مقابل میگه مگه من دستم اینجوریه که نتونم مثلا کارهایی که او میکنه نکنم. برای منم از سفری که رفتم کلی تب و لرز و سرفه و اینها آوردم، اگر گاهی اوقات سرفه میکنم به خاطر اینه. حالا امیدوارم دیگه شب عید همه ما یه ارکستراسیون سرفه را نندازیم. های نوریزاده هم قبلا سرفه هاشه کرد. بله الان بهتر هستی. بله بنده البته از لهستان اومد، از آفریقا. بله سرمایه لهستان. ولی آقای نوریزاد میگه الان داستان شیخ زکزکی در نیجریه، حالا دخترش آوردن ایران، در ساری بردن بله بعد دخترش الان ایرانه، چه دکون و دستگاهی و فرش و بساط و زعفرون و پول و خاویار و غیره
بله حالا امیدواریم اسم ایشونو میبریم به خاطر تلفظ اسمشون دچار معصیتی نشده باشیم، چون زکزکی ما اگه زکزکی میگفتیم شاید. بله بله. ولی آقای نوریزاده یک نکته وجود داره. ببینید سابقه نگه مثلا فرض کنید گروه های فلسطینی یا گروه های توپامارها یا هر گروهی بادر ماینهوف یا ایرلندی های اینجا ارتش آزادی بخش ایرلند، ایرلند شمالی، هر کدوم یه اقدام تروریستی میکرد یه خواست سیاسی به هر حال داشت. حالا یه اون زندانی رو آزاد کنی، این زمین ماست، مال ماست، شما اسرائیلی ها گرفتی، یا هر یه خواست معین تقریبا سیاسی. الان خواست سیاسی ظاهرا نیست، یعنی گروه های اسلامی در همین اصلا. انگلستان خواستار تغییر روش و منش زندگی مردمان اینجا هستن. این هست یا چه هست؟ کاملا. ببینید شما یه وقت در برابر یک ایدئال می جنگیدی و بعد اگه یادتون باشه گروه جورج هبش هواپیمای آمریکایی یا آلمانی رو یا انگلیسی رو یا فرانسوی رو می برد تو زرقا، مسافرها رو پیاده می کرد، هواپیما رو آتیش می زد، یعنی ضرر به مالشون می زد و در این حال جهان رو متوجه درد خودش می کرد. ولی الان قصه فرق کرده، الان داستان سربریدنه، داستان کشتنه. جمهوری اسلامی افتخار میکنه که در عراق 3-4 هزار آمریکایی رو کشته، تعلیم میدن به حرکت نجبا یا گروه خراسانی، سرای خراسانی، به امریکایی ها میگن آقای ترامپ که رفته بود به عراق اعلام کردن که سر همه تون رو میبردیم، اینجا جای شما نیست، جای ایرانه، بله جمهوری اسلامیه. بله. و همین مسئله رو ما داریم جاهای دیگه میبینیم. اون وقت فرق میکرد، اون وقت اون کوز یا اون هدفی که داشتن هدفهای ناموجهی نبود. برای فلسطین میجنگید، برای ظلمی که به سرخپوستا داشت میشد. ولی خب شیوه بازم ملام خیلی فرق میکرد. ولی من شیوه هم حتی المقدور آدم کشی کمتر بود، ولی به هر حال در موارد قابل ملامت و محکومیت. اما یک سوالی که این وسط مطرحه برای بینندگانمون احتمالاً اینه که این دولت ها مثل همین دولت انگلیس، چه کارگر چه بقیه محافظ و چه لیبرال ها یا دولت های آمریکا، چجور هست که همراهی میکنن و الان مثلا زنجیرزنی، سینه‌زنی وسط نیویورک انجام میشه؟ آیا این از محاسن دموکراسی است یا معایب دموکراسی است؟ چه هست این تبلیغات، مجال تبلیغاتی که داده میشه؟ این سوء استفاده رژیم های ضد خدا، ضد انسان، ضد بشری مثل جمهوری اسلامی است. ببینید خیلی روشن، جامعه دموکراتیک مثل آمریکا، مثل کشورهای اروپایی یه ضوابطی داره، میگه آقا شما دین آزادی که ممارست بکنی دین تو، اصول و مبادی دین تو، کسی هم نباید دخالت کنه، مسجدی هم داری برو توش این کار بکن. اما اگه سنگ ورداشتی زدی تو سر مسیحیه که تو چرا مسیحی، یقه تو میگیر میزد زندان. سالها اینا اینجا مسجد ریجنت پارک لندن رو پادشاه فقید ایران و ملک فیصل ساختن، پولشو اینا دادن. بنابراین ساختن یه مسجد در ریجنت پارک لندن ایرادی نداشت، کاری ندارن. ولی جنازه نزار قبانی رو در این مسجد میخواستن آتیش بزنن. وقتی ما رفتیم برای که از اونجا دیگه تو مسجد نمازی بخونن و بعد به سوریه بزنن، یا فرزاد بازوفت بدبخت توی صدام اعدامش کرد، هموطن جوان ایرانی ما رو تو مسجد ریجنت پارک تابوتشو گرفتن انداختن بیرون. میخوام بگم این دشتاش کوتاه و ریش بلند و قیافای زشت و عمامه به سرا، اسلامی که دارن ارائه میکنن تنفر برانگیزه. بله خب در برخی از کشورهای اروپایی این وجنات و اینها ممنوعه، یعنی اجازه نمیشه فرانسه و جا چون این هست قابل بحث است. البته در خود آمریکا هم حتی 11 سپتامبر برخی اومدن و گفتن این قیمتیش که ما برای حفظ دموکراسی مون میدیم نمیتونیم. ولی چالنگی من یه سوال خیلی ساده همیشه پرسیدم، دوست عزیز محمد نوریزادم حتما جوابی برای این داره، چطور خانم نماینده مجلس انگلیس یا سوئیس یا غیره میاد ایران باید جلو آقای لاریجانی روسری سرش کنه اگر بلوز شلوار میپوشه، آقای حسین بازجو در کیهان یقشو میگیره چرا اینو پذیرفتی، یا
همه چطور اونا میان اینجا و وقت میخوان با چادر چاخشور بیان؟ چرا قوانین این جامعه رو رعایت نمی کنن؟ این یه سوال نیست واقعا برای خب من. همین این آیا مزایای دموکراسی هست یا بدبستون‌ها یا هر چه که هست؟ مثل وزیر خارجه سوئد که به تهران رفته بود محجبه وزیر خارجه سوئد الان در تی سنترالن استوکهلم مرکز استوکهلم از آن پخش میشه. بله حالا سیرزنی امسال شما بله و در تمام اینجا در هایت پارک بله و در نیویورک همینطور جو از شما میشنویم آقای نوریزاد این رویدادها رو شما از تهران که میبینید چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ من جناب شالایی یک افسوس بسیار بزرگ مثل یه آوار روی دل منه که ایران با آغوش ملی به روی آقای خمینی باز کرد، این فرصت رو به آقای خمینی داد که آقا ما مردم ایران دلهامون رو پیش پای شما فرش کردیم، شما بیا یه بار دیگه نشون بده که این نقطه از جهان قابلیت این رو داره که یک گاندی به دنیا عرضه بکنه. شوربختانه آقای خمینی این همه آغوش گشوده مردم رو ندید، دو تا قیف تشیع و اونم فقه زد به صورتش و از سوراخ تنگ فقه به دنیا نگریست و فرصت پیدا نکرد، وگرنه اگر او عمر طولانی پیدا میکرد اصرار بر این داشت که تمام مردمان دنیا از سوراخ تنگ قیف تفقه او به دنیا بنگرند و این یک حسرت بسیار بزرگه، یک ورشکستگی بسیار بزرگه برای مردمی که خودشون رو به صورت یک آغوش بسیار گشوده به روی آقای خمینی باز کردن و ایشون قدر ندونست، میتونست یه بار دیگه نشون بده که میشه یک گاندی از اینجا متجلی بشه. آقای نوریزاد، آقای اجازه بفرمایید، اولا این شب عیدیه، من متاسفم شما سرفه میکنید، ولی این شب عیدیه اون قیفه یه صفتی به قیف دادین درست شنیده نشد، اگه تکرار بفرمایید. ولی واقعا از یک فقیه میشد انتظار داشت که درون یک فقیه یک گاندی در بیاد؟ یا چپهای ما انتظار داشتن درون فقیه هر کسی از زن خود شد یار من، حالا این وسط آقای خمینی بود، یک لنین در بیاد، یکی به فکر استالین بود، یکی به فکر مصدق بود، هر کی یه چیزی گفت، هر کسی یکی گفت ما او هست. آیا واقعا مگر تاریخ ایران مگر همون چند قدم عقبتر مشروطه مگه نبود؟ چهل ناسخ خصوصی شما خودت بله از شازی فقیر چنان بود رفتن و بعدش مگر آقای خمینی سال 42 مشخص نبود با زحمت هایی که کشیده شد هم از رضا شاه محمد رضا شاه با همه اشکالاتی که بود، بانوان ایران، احزاب سیاسی ایران در معرفی حقوق مردمان و همه اینا، بعد آمدن و اون حرفا رو سال 42 زدن راجع به زنان، چطور میشد انتظار داشت که آقای خمینی بیاد و گاندی بشه؟ آیا واقعا قابل همین الان آقای دکتر سروش آقای بله از همون قیفه که من صفتشو نشنیدم درست، خیلی قاف داشت این قیفه آقای خمینی، قیفه فق بله بله قیفه. من شنیدم قیفه تفقق قیفه فق معروف قیفه فق تفقق بله فقاهت یا هر چیزی هست. بفرمایید. من از یک حسرت بسیار بزرگ اسم بردم. آقای خمینی با نفوذی که داشت میتونست پای بر علایق متعصبانه شیعی خودش بگذاره و رو به سنیان، رو به زرتشتیان، رو به مردم ایران، رو به بهائیان بگه بیای دست به دست هم بدیم و ایران رو بدرخشانیم. اگر پهلوی ها تا اینجا تونستن کشور ایران رو پیش ببرن و این کاستی ها رو داشتن، بیایید ما این کاستی ها رو دست به دست هم برطرف کنیم. من خودم قبول دارم که از خمینی یک چنین چیزی بر نمیاد، قبول دارم، ولی اون پتانسیل بزرگ مردمی یک حسرت بسیار بزرگ بر دل من نشانده
که میشد با اون مردم، میشد با اون پتانسیل یک بار دیگه یک چنین کاری کرد، ولی آقای خمینی یک فضل الله نوری بود. ببینید یه هیولایی هست به اسم شیخ جعفر کاشفالغطا که این رو فتحی شاه از نجف برمیداره میاره و این هیولایی است، یک شیخ هیولا که سپاه فتحی شاه رو تحریص میکنه به جنگ با روسا و اون فاجعه بزرگ کنده شدن شهرهای بسیار بزرگ از بدنه ایران توسط این هیولا انجام شد. اینا استعدادشون در ویرانگری است و نه آبادگری. منتها من سخن از یک حضرت بسیار بزرگ بسیار. بله حضرت بزرگ. اما آقای نوری‌زاده بس بر سر این هست، اینی که اون موقعیت یک موقعیتی بود که کسی مثل گاندی اگر می بود چه می شد، این یه بحثه. یه بحث این که از آقای خمینی که در این موقعیت انتظار گاندی شدن یک بحث دیگری هست. آقای خمینی اتفاقا تنها حسنی، شاید محاسن دیگه داره، به آقای سروش گفته همون قیف فقاهت و فقه و هر چی که، آقای خمینی پنهان نکرد که از عاشقان کاشف الغطاست و بقیه حرفا. آقای چالنگی مردم شما بینید ما داریم از یه جنون حرف میزنیم دیگه. ملتی دوچار جنون شد. آخه وقتی عکس خمینی رو تو ماه میگن دیدیم دیگه، شما انتظار عقلانیت نمیتونید داشته باشی. خیلی طبیعیه چگونه شاه رو با خمینی مقایسه میکنن. این حرف خیلی طبیعیه. چگونه دکتر بختیاری که اومده بهشون داره میگه دموکراسی آزادی در 37 روز مطبوعات ایران، این آزادی که در دوران دکتر بختیار داشت، اما در اون دوران آزادی چی نوشتن؟ به بختیار فحش دادن، به شاه از خمینی تعریف کردن. میخوام بگم داستان ملت ما داستان یه ملتی دوچار تب شد، تبش هم زود به عرق نشست، اما 40 سال طول کشته. و من اعتقاد دارم واقعا همه ما مقصریم، همه به هر حال به نوعی در یه حدی. و محمد رضا شاه خیلی بیش از اینهایی که گفته میشه برای کشور ما کار کرد. نقص و کاستی ها هم در دورانش بود، اما او رو با کی مقایسه میکنیم؟ دورورمون ببینیم چه کسایی حکومت میکردن. ایران از همه جا پیشرفته تر بود. دوستان عرب من که میبینمشون میگن روزگار کودکی میمدیم ایران، ایران برامون بهشت. اون ایران بود دیگه. متاسفم. امیدوارم واقعا نوروز دیگر ما در خدمت جناب نوری‌زاده تو ایران باشیم در کنار هم در خانه پدری. آقای نوری‌زاده اگه بخواید در کمتر از یک دقیقه به ما بگین ایران داره به چه سمتی میره، حالا درست نادرست ایدئال هست نیست، ولی حرف بسیاری هست که ایران درست زمان شرایطی رو داره که زمین ساز آمدن رضا شاه بود. این سخن رو به چه شکل شما ارزیابی میکنید؟ به چه سمتی ایران؟ من گمانم برای این که آقای خامنه ای به روزهای پایانی عمرش نزدیک شده و یک نگرانی از سپاه داره و همین دلیل رئیسی رو آورده بر سر کار که یک قلع و قمهایی از سپاه داشته باشه و بعد به تبعش در داخل. این نگرانی ایشون به این شکله. منتها واقعیتش من میگم هم سپاه هم بیت رهبری توسط جاسوسانی که در دل این دوتا خانه کردن داره اداره میشه. آقای خامنه ای هر کاری هم بکنه نمیتونه خارج از خواست اون جاسوسانی که در خانه خودشه سخنی بگه و رفتاری بکنه. بسیار خوب. آقای نوری‌زاده شما به سال آینده داریم نزدیک میشیم، ایران داره به چه مسیری میشه؟ من دارم میبینم، من بسیار خوشبینم. من اعتقاد دارم همین سرعت اووردن رئیسی قاتل و دو تا شغل بهش دادن نشانه اینه که واقعا به ته دیگ خورده کفگیر و باید منتظر تحولات سریعی تو جامعهمون تو سال آینده باشیم. روبه بهبودی. با سپاس از شما آقای علیرضا نوری‌زاده در استودیو مرکزی ایران فردا، و با سپاس از شما آقای محمد نوری‌زاده در تهران. برای شما بینندگان عزیز روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. به اتفاق تهیه کننده برنامه آقای
امین عزیز، کارگردان فنی علی گرامی، مسئول دوربین ها رضای عزیز، مسئول فنی هومن، و قدرت عزیز مسئول تدارکات برنامه. و با این بیت معروف ناصر خسرو که بارها گفتیم و در این برنامه اشاره کردیم، از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که در راه آبادانی ایران و سرفرازی ایران در طول تاریخ خدمت کردند. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.